امروز اول ماه مه روز جهانی کارگر میخوایم ببینیم با پیام ویژه کارگران ببینیم پیام ویژه کارگران هموطنانمون عزیزانمون در ایران چی هستش گریزی هم بزنیم به وضعیت کارگران صنعت نفت و پتروشیمی که خب در یازدهمین روز اعتصابشون ببینیم در چه نقطه‌ای هستن از آقای فرید مردمی دعوت کردیم که به این سوالات پاسخ بدم با درود به شما آقای معدوی من ممنون از اینکه دعوت ما رو امروز پذیرفتید بله سلام خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی درود میفرستم به تمامی کارگران و روز کارگر رو به همه عزیزان زحمتکش کارگر تبریک میگم و همین جام یادی میکنم از شهدای کارگر قیام اخیر محسن شکاری، مجید رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در خدمت شما هستم درود بر شما ممنون از حضورت خب همونطور که اشاره شد امروز در روز جهانی کارگر ما میخوایم ببینیم که پیام ویژه کارگران میهنمون امسال در این روز چی هستش خب اولش باید اشاره بکنم که به وضعیت کارگرها در کشورمون در کشور در زنجیر کارگرا در یک ست سال اخیر همواره زیر بار ستم و استثمار و بهره کشی بودند. هیجده اردیبهشت 1350 وقتی که 2000 تن از کارگران جهان چیت میخواستند برای اعتراض به وضعیت وحشتناک کاریشون توی کاخونهای محمدصادق محمد صادق فاتحی ازدی یک پیاده روی رو به سوی تهران داشته باشند در نزدیکی و سنگی توسط جاندارم های شاه خائن بیرحمانه به گلوله بسته شدند. در نتیجه این کشتار بیستن از کارگرها کشته شدند و ارز کنم که همونطور میدونین روز کارگر روز جهانی کارگر در سراسر جهان یک عید محسوب میشه و کارگران تمام دنیا این رو جشن میگیرن و به شادی میپردازن و به کارگران هدیه داده میشه اما در ایران کارگران با تورم با تورم بیکاری گرانی و از یک سمت و از سوی دیگه با تبعیض و غارت و چپاول روبرو هستند و به اضافه سرکوب و زندان و مجموعه این مسائل راه دیگه مقابل کارگران باقی نگذاشته جز اینکه دست به قیام و مقاومت بزنند روز کارگر برای هر کارگر ایرانی روز عمیقترین خشم و تلخترین فاصله طبقاتی در تاریخ ایرانه چرا که رژیم مستبد مذهبی دیکتاتوری فاشیستی دینی تمامی سرمایه منابع تولید مواد مدنی رو از دسترس کارگران و عموم اقشار اجتماعی خارج کرده و تو تیول خودش نگه داشته یعنی طبقه کارگر ایران در واقع با یک مافیای اشغالگر با افسار گسیختگی در حد اکثر استثمار مواجه هستش پیام روز جهانی کارگر به کارگران ایران اینه که ضروریه که تمامی اخشار استثمار شده ایران در اعتراض و اعتصاب و دادخواهی برای بازپس گرفتن حقشون حق سنفی، سیاسی، حقوق بشریشون حتی تبدیل به پیکری واحد بشن و اتحاد و همبستگی داشته باشن کما اینکه الان شاهدش هستیم حاکمیت آخوندی جنایتکار برای کارگران ایران هیچ راه دیگه جز اتحاد و دادخواهی و نفی تمامی ولایت فقیه باقی نگذاشته روز جهانی کارگر در ایران فقط و فقط با چنین تحولی میتونه سرنوشت ساز باشه و میتونه در جایگاه واقعی خودش بشینه بله ممنوع از توضیحات آی مدوبی امروز همچنین یازدهمین روز اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی هستش خب آخرین خبر را از اتصاب این کارگران چی است و اگه بشه توضیح در این مورد بدین ممنون میشه از کنم که همونطوری که شما اشاره کردین اعتصاب کارگرای صنایع نفت و پتروشیمی و گاز الان یازده این روز خودشو داره سپری میکنه توی این اعتصاب 110 شرکت تا جایی که ما خبر داریم در 13 استان شرکت دارن و خواسته هاشون رو اعلام کردند طی موزگیری های مختلف البته از دیروز کارکنان پتروشیمی راضی بندر ماهشهر هم وارد اعتصاب شدن ارز کنم که در مقابل این حرکت کارگران رژیم به جای اینکه بیاد حل و فصل کنه مسائل کارگران رو و خواسته های کارگران رو تلاش کرده که صورت مسئله رو پاک پا کنه اگر دیده باشین خامنه جنایتکار دیروز به صحنه اومد و در صحبت با تعدادی از به اصطلاح کارگران تعداد افرادی که دستچین شده و وابسته به خودشون بودن شیادانه اومد خودش رو طرفدار کارگر نشون داد و شروع کرد به اشک تمساریختن و از موزه اپوزیسیون مطالبی گفت که اگر اجازه بدی من قسمتایش رو اشاره کنم خدمت شما مثلا خامنه ای اومد گفتش که بسیاری از آسیب ها ناشی از بیکاری است. اعتیاد مربوط به بیکاری است. فساد مربوط به بیکاری است. یعنی این مثل سلف خودش خامنه ای دزدی چیز خمینی دزدی مربوط به بیکاری است. طلاق، انهدام خانواده، همه اینها مربوط به بیکاری است. خب مشخص همه اینها مال بیکاری و مال درد و رنج ملت ایرانه ولی خب مسئول این بیکاری کیه؟ مسئول این وضعیت کیه؟ آیا واقعا خامنی جنایتکار خبر نداره که در جامعه الان چه خبره؟ خود رسانه های رژیم دارن اعتراف میکنن که میلیونها ها بیکار در ایران داریم به ریشه های این مشکلات جاهایی اشاره میشه اما خب به جای اینکه به جای به مشکلات کارگران پرداخته بشه به جای اینکه پاسخگو باشن در مقابل این معضلاتی که هست و این رنج و دردی که در جامعه به خصوص جامعه کارگری هست میاد دست به یک ترفن میزنه و عوامل خودش رو وادار کرده که یک سری اقدامات در مقابل بخصوص این اتصاب کارگران انجام بدن مثلا تلاش کرده از طریق مزدورانش توی مدیریت ها و توی پیمانکارها وعده وعید بده به کارگران که برگردین سر کارتون و ما چیزهایی رو به نفع شما داریم تصیب میکنیم بدون اینکه هیچ اشاره ای به خواسته های کارگران بشه کارگران خواستار 79 درصد افزایش دستمزد هستند یا اینکه مثلا برای کارگران و اعتصاب کننده ها اخیرا پیامک های اختار و تهدید رو موبایل هاشون میفرسته تهدید به بازداشت و اخراج کردن و این رو در گست... گسترده حتی در گروه ها و اه... کانال های کارگران گروه های واتساپی برای کارگران میفرستند. و در آخرین و رزیلانه ترین اقدام شاید بشه گفت کسی فرین اقدام چون که خبرگزاری انتخاب اشاره کرده مدیر عامل کنم که مدیر اجازه بدین من از روی متن بخونم مدیر سازمان منطقه ویژه پارس سخاوت اسمش سخاوته گفته که در هشت طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتراف کردن اعتراف کرده که مشکلات معیشتی است که با پایان مهلت قانونی چهار هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین میشوند یعنی که چهار هزار نفر کارگر رو که با خانواده هاشون یک ذریب چند هزاری میخوره اینا رو از کار اخراج کرده و خانواده را رو از قوت لایموتشون چی محروم کردن و اعتراف میکنه اسدی به نقش خامنه ای در این اقدام تنفر انگیز کارگری و میگه امسال از سوی رهبر سال رشد و رونق تولید نامگذاری شده یعنی میخواد بگه این کارگرایی که اعتصاب کردن مخالف این خامنه ای دارن گام برمیدارند و مانع رشد و تولید هستند بنابراین میشه اینا رو اخراج کرد و حرفش اینه میگه تلاش مسئولان در منطقه ویژه پارس منطقه که تحت مدیریت اینه این است که همه ترها با سرعت مطلوب به مدار تولید بیایند تا تولید حد اکثری محقق شود یعنی حرفش اینه این کارگرا بیان با دستمزد پایین بردوار در خدمت دستگاه و در خدمت ارگانهای سرکوبگر این نظام باشند به خاطر اهداف خامنه ای به خاطر قارت و چپاول دستگاه خامنه ای و حاکمیت ننگینش یعنی میخواد سراحتا بگه خود دستگاه پشت اخراج این کارگر است و ما برامون مهم نیست مهم اهدافیه که داریم دنبال میکنیم تولید فراوانتر چطور میخواد تأمین بشه؟ من اینجا اگه اجازه بدین به اشاره بکنم به بیانی که کارگران آزادی خواه ایران گذاشتن توی شبکه های اجتماعی و بیانیه نسبتا خوبیه و اشاره کرده به مشکلات کارگران در بیانیه ضمن تبریک به کارگرانی که این اعتصاب رو تبدیل به جلوه باشکوهی از همبستگی و اتحاد کردن اومده اعتصاب کارگران و زحمتکشان در همه جا و در همه رشته ها از نفت و گاز و پتروشیمی تا راهن و معادن و کامیونداران و تراکتور و سایر زمینه ها باید گسترش پیدا بکنه و باید مورد حمایت همه جانبه قرار بگیره همچنین اضافه کرده در برابر تفرق اندازی ها ترفند ها و تفرقه اندازی های دشمن و کارگزارانش تنها راه ادامه و گسترش اعتصاب است که حرف کاملا درستیه و همچنین خواهان شناسایی عوامل امنیتی و اطلاعاتی و مزدوران نفوذی دشمن برای کیفر کیفر شده که این بیانگر وضعیت جوشان جامعه است که کارگران دیگه با توجه به قیامی که هستش خواهان این هستند که مزدوران و نفوزی ها گوشمالی داده بشن و سر جاشون نشونده بشن و افشا بشن در این بیانیه همچنین اومده که تا زمانی که مدیریت شرکتها و اهرم‌های های اقتصادی کشور در دست فرماندهان سپاه باشد نظام استثماری وحشیانه و بردهداری همچنان بر مناسبات کارگری حاکم است و ارز کنم و خواستار این شده لذا مدیریت تمامی شرکت ها و واحد های صنعتی باید در یک نظام شورایی به خود کارگران سپرده شود الزام این کار برقراری یک حاکمیت مردمی است که تابعه جمهور مردم باشد و نه یک فرد خاص یک فرد خاص لابد منظورشون همین ولی فقیه در مونده است و به نظر من تمامی مطلب رو کارگران اینجا گفتند به اضافه اینکه خب از اون ورم کانونهای شورشی دارن کارشون رو میکنن همسو با کارگران و در حمایت از کارگران و برای دفاع از این زحمت کشان در میدان هستند و ما شاهد بودیم که چطور یک رشته عملیاتی رو دیروز داشتن و مناطق و مقرات سرکوب که در وظیفه اولشون سرکوب همین کارگران هست به آتش کشیدن و بهشون تهاجم کردن من بار دیگه درود میفرستم به کارگران اعتصابی و بار دیگه بهشون تبریک میگم و صمیمانه و صمیم قلب براشون آرزوی پیروزی در مسیر و راهشون دارم و از شما هم تشکر میکنم به خاطر فرصتی که در اختیار من گذاشتین خواهش میکنم ممنون از شما آقای مدومی از توضیحات کاملی که در رابطه با اعتصاب کارگران و شرایط اونها دادید ممنون از حضورشون در, در این برنامه